شروط الصلاة. الصلاة لها شروط، يعني قبل أن يدخل الإنسان إلى الصلاة لابد أن يأتي بهذه الشروط حتى تكون الصلاة صحيحة. شروط نماز، نماز شروطی داره که انسان قبل از اینکه وارد نماز بشه باید این شروط رو به انجام برسونه تا نمازش نماز صحیح و درستی باشه. الشرط الاول الاسلام، فلا يصلي الا المسلم، لو صلى الكافر فصلاته باطله. شرط اول مسلمان بودن هست و برای اینکه نماز شخص درست باشه باید مسلمان باشه، یعنی اگر کافری نماز بخونه خب اساسا نماز او نماز نیست و نماز درست و مقبولی نخواهد. الان قد يشكل على بعض الناس هذا الامر، يقول كيف اصلا لا يصلي الا المسلم. شاید این سوال و اشکال و ایراد برای کسی پیش بیاد که اساسا مسلمان هست که نماز بخونه، خب این چه حرفیه که کافر مگه میشه نماز بخونه؟ نقول لا، قد يصلي من يسب الرب، نسأل العافية والسلامة، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، يسب الصحابة، هذا لا تقبل صلاته. میگیم که حتى يتوب. قضیه این هست که چه بسا فردی که الله رو ناسزا میگه، چه بسا فردی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناسزا میگه نماز میخونه، اسمش مسلمان هست اما چون به خاطر سب الله و رسول از دایره اسلام خارج شده و کافر شده، بر این اساس نماز او پذیرفته نمیشه مگر اینکه توبه بکنه. اذا صلى من يسد للقبر يطوف حول القبور يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، هذا والله لا تقبل صلاته حتى اتوب. و همینطور کسی که به طواف قبور میره و برای قبور قربانی میکنه، اگر نماز هم بخونه نمازش پذیرفته نمیشه مگر اینکه توبه بکنه و از این اعمال شرکامیز دست برداره. اذن هذا الشرط الاسلام هو اهم شرط في شروط الصلاة، بل هذا الشرط في كل العبادات، لا تقبل اي عبادة الا بالاسلام الا بالتوحيد. بنابراین اسلام یعنی مسلمان بودن فرد اساسی ترین شرط برای ادای نماز هست و این در شرط برای همه عبادت ها است که برای اینکه عبادت فرد پذیرفته باشه او باید مسلمان باشه. و بهذا نعلم خطر الشرك، لان الشرك اذا دخل في العباده افسدها. اینجاست که به اهمیت توحید و خطر شرک پی میبریم که اگر کسی مرتکب شرکی بشه عمل اون شخص رو برباد میکنه و نابود میکنه و این حساسیت و خطری رو که شرک داره میرسونه. نعم، اذا هذا هو الشرط الاول من شروط الصلاه الاسلام و ضد الاسلام الكفر. بنابراین شرط اول ادای نماز مسلمان بودن هست که در برابر اون کفر قرار داره.